دبی به خاطر سبک زندگی لوکس، جزایر نخلی، هتل‌های مجلل و مال‌های پرزرق و برقش در تمام جهان شناخته شده است. شهری در امارات متحده عربی که حالا دیگه به یه جاذبه گردشگری بین‌المللی تبدیل شده. اما این همه دبی نیست. این ویدیو رو شما از ما خواسته بودیم، بخاطر تو ویدیو قبلی در مورد برج خلیفه و خیلی خفن صحبت کردیم، اما توی این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ قسمت دارک دبی، چیزایی که تا حالا نمی‌دونستیم و فقط چیزای خوب دبی تو ذهنمون بود. پس این ویدیو رو هم سریع لایک کنید و حتما همراه ما باشید. وقتی اواخر دهه 60 میلادی انگلیسی ها امارات رو ترک کردن، استخراج طلا و نفت تازه توی اون منطقه شروع شده بود. اون زمان شیخ مکتوب ابن شیخ راشد حاکم دبی از خارجه دعوت کرد که به دبی بیان و اونجا سرمایه گذاری کنن و دبی رو به شهری تبدیل بکنن که الان هست. دبی شهر خاصیه. این شهر در حقیقت به صورت مصنوعی توسعه پیدا کرده و اونجوری نبوده که مثل بقیه کلان شهرها در طول سالها به مرور زمان رشد بکنه. رشد خیلی سریع و عدم توجه به سبک زندگی و فرهنگ ساکنان بومی شهر باعث اتفاقات و کمبودهای عجیبی شده. توی این ویدیو به صورت مختصر به بعضی از این موارد میپردازیم. بیاید با برج خلیفه شروع بکنیم. ما قبلا تو اون ویدیویی که در مورد ساخت برج خلیفه بود بهتون گفتیم که آقا بزرگترین آسمان‌خراش دنیا چه ویژگی‌هایی داره، ولی برج خلیفه تنها به این دلیل ساخته شده که عنوان بلندترین ساختمان دنیا رو کسب بکنه و خیلی از پیش نیازها و زیرساخت‌هاش اصلا وجود نداره. برای مثال برج خلیفه به سیستم فاضلاب شهری وصل نیست، برای همین هر چند روز یک بار صدها کامیون فاضلاب بر میان و فاضلاب برج رو تخلیه میکنن و به خارج شهر منتقل میکنن. دو، توی هر ساخت و سازی به نیروی کار نیازه. با توجه به جمعیت دبی که فقط 10% اماراتیان، بیشتر کارگرای مشغول به کار توی شهر مهاجرن. کارگرایی که تو خوابگاه‌های با اتاق‌های اشتراکی یه جوری شبیه به خونه‌های اشتراکی شوروی تو دهه 50 میلادی زندگی می‌کنن. این خوابگاه‌ها فاصله خیلی زیادی با خود شهر دارن تا توی دید نباشن، یعنی از قصد این اتفاق افتاده. این کارگرا با وعده یه شغل ثابت و پردرآمد و خوب از یه کشورهایی مثل پاکستان و هند و بنگلادش به دبی میان، ولی وقتی که به مقصد میرسن اوضاع کاملا تغییر میکنه. بهتون بیشتر توضیح بدم، آژانس‌های کاریابی پاسپورتاشون رو میگیرن و اونا رو مجبور به کارهای سخت با دستمزدهای پایین میکنن. اغلب این کارگرها 6 روز هفته در شیفت‌های 12 ساعته کار میکنن. از طرف دیگه پروژه ساختمانی فصلی‌اند، واسه همین ممکنه این کارگرها چندین ماه حقوق نگیرن و این مسئله هم وضعیت خودشون رو تحت فشار قرار میده و هم خانواده‌هاشون رو. با وجود این شرایط سازمان یا اتحادیه‌ای برای حمایت از حقوق کارگر وجود نداره و اگه کسی از کار کردن خودداری بکنه یا ممکنه که دیپورت بشه یا حتی بیفته زندان. وقتی این موارد رو بدونیم، دلیل افزایش آمار خودکشی توی یه جامعه آسیا تبارهای دبی که تو سالهای اخیر اتفاق افتاده رو کاملا میتونیم متوجه بشیم. 3. پیاده روی توی دبی سخته و سیستم حمل و نقل شهر برای افرادی که ماشین ندارن کاملا ناکارآمد و خیلی محدوده. برای مثال توی جزیره نخل اول یا جمیرا که ساختش از سال 2001 شروع شده بود و هنوز هم ادامه داره، فقط یه مونوریل به طول 2.5 کیلومتر وجود داره که هیچ ایستگاهی هم وسط راه نداره. یعنی اگه اونجا ساکن باشین، برای رسیدن به اولین ایستگاه مترو باید 2-3 کیلومتر زیر آفتاب سوزان دبی پیاده روی کنید. و نکته عجیبش هم اینه که متروی دبی دو تا کلاس داره، یکی رگولاره و یکیش هم گلده، که گلد در واقع یه مترو فرست کلاس محسوب میشه برای افراد خاص. حالا اون فرد خاص با مترو یه موردی هم که باید در مورد جزیره‌های نخلی بهتون بگیم اینه که این جزیره‌ها رو با شن‌های بیابون اطراف دبی نساختن، بلکه شن‌ها رو از کف دریا برداشتن و به جایی که می‌خواستن منتقل کردن. یعنی برای ساختشون چندین هکتار از اکوسیستم دریایی منطقه رو به شدت تغییر دادن. البته بعد از ساختشون مشخص شد که این جزیره‌ها هر سال دارن 0.5 سانتی‌متر توی آب فرو میرن.
معماری ساختمان‌های دبی فوق‌العاده زیباست، ولی اغلب اونا به خاطر قیمت بالاشون کاملا خالی‌ان. بیشتر افراد خرید ملک تو دبی رو به عنوان یه سرمایه‌گذاری می‌بینن و به جای اقامت در اونجا تو کشورهای دیگه مثل ایالات متحده، روسیه، هند یا حتی اروپا زندگی می‌کنن. در واقع خیلی دوست دارن دبی رو ببینن، ولی کمتر کسی دوست داره اونجا زندگی بکنه. همین یه ملکی داشته باشن ولی میان یه جای دیگه زندگی می‌کنن. 5. دبی به عنوان یک کلان شهر امروزی فرهنگ و روح شهری مناسبی نداره. با وجود اینکه این شهر توی خاورمیانه است، اما شما هیچ اثری از فرهنگ خاورمیانه توی این شهر نمیبینید. برای مثال سبک و مدل رستوران‌ها و مال‌ها بیشتر به نمونه‌های آمریکایی شبیه تا فرهنگ بومی. اگه دوست داشته باشید با فرهنگ اصیل مردم این منطقه آشنا بشین، باید از دبی خارج بشین و برای مثال به شارجه یا العین سفر بکنید، چون تاریخ دبی زیر میلیاردها تن فولاد و بتن و شیشه و ماس دفن شده. حجم این مصالح اونقدر زیاده که موزه دبی که قدیمی ترین ساختمان دبی محسوب میشه حالا دو طبقه زیر زمینه. با اینکه نقدای زیادی به اینجور ساخت و سازا و پول خرج کردن ها هست، اما یکی از اصلی ترین دلایل برای این کار افزایش توریست و کاهش اتکا به نفته. ولی میتونستن به جای این کارا یک کلان شهر تاریخی با معماری عربی سنتی بسازن که کاملا مدرن و امروزی باشه در واقع، و علاوه بر اینکه اصالت خودش رو حفظ میکنه مورد توجه توریست هم قرار بگیره. 6. دبی شهری دوستدار محیط زیست محسوب نمیشه. با یک بار بارون ممکنه خیابوناش برن زیر آب. آلودگی هوا به خاطر طوفان‌های شن و ماشین‌های زیادی که توشه بالاست و فضای سبز شهر نتونسته هماهنگ با رشد شهر توسعه پیدا بکنه. فضای سبز دبی فعلا به پارک‌های محلی محدوده و کمه بالاخره. 7. جاذبه‌های گردشگری دبی محدودن. اگه علاقه به خرید و گشت و گذار تو مرکز خرید و رستوران گردی با آفتاب گرفتن لب ساحل نداشته باشید، در واقع هیچ کار دیگه نمیتونید انجام بدین تو دبی. همین. خب با هم دیگه 7 رو مرور کردیم که در واقع خیلی بیشتر مربوط میشه به شهر و جامعه شهریشون. با اینکه یه سری دیگه نکات وجود داره که دیگه خیلی نمیگنجه که ما بخوایم تو زومی در موردش بهش بپردازیم، اما بالاخره اونجوری که فکر میکنیم دبی نیست و یه سری نکات منفی خیلی زیادتری هم وجود داره. در هر صورت دم شما گرم که این ویدیو دیدین. حالا به ما بگین که با کدوم یکی از این چیزایی که بهتون گفتیم فکر می‌کنین کدوم میشه که مهم‌تره و اصلا این مواردی بهتون گفتیم اصلا مهم هست یا مهم نیست. منتظر نظرتونیم.